آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. دانا بود، ارکی دانا بود، زدانش دل پیر برنا بود. دلای او بخونکه خدای پنامه گران و قدر بنودستانو سلام علیکم هلیده چرا خوشحال حوارام سی او دنه نرازه ده بوهن را ناده پا اخبرانه دیر خیراغ لست زه مریم اسمایل ارسلایم او ده اخبرانه تاسته ده آریانا افغانستان ده نریواله شبکیز خواندگام خدای دکری چه دنه نرازه ده بوهن را ناده اخبرانه معلومات هم ستاسو دوزر پور او استفاده واروسیگی بیرینگان عزیز و ارجمند برنامه دانش دوشناهی است. بارزوی صحت و سلامت شما برنامه امروز آغاز میکنیم. امیدوارستم شاد و صحتمند باشین و افتی خوش و پرش سمره در هر گوشه و کنار جهان که هستین با عزیزانتان با خوشی و آرامش سپری کرده باشین و باز هم خوشحال هستم که در برابر شما عزیزان قرار دارم. امیدوارستم که از معلومات برنامه امروز هم استفاده شایانه کرده بتنین. برنامه مهم است، برنامه خوبه است، برنامه است که محتویت برنامه را، موضوع برنامه را همه ما شاید در زندگی تجربه کرده باشیم و یا تجربه کنیم همیشه، خوب است که در موردش بهتر بدانیم و در مورد دلایل و همه چیز است. برنامه امروزی ما با البته در مورد معلومات طبی در باره فوبیا ها و پیامدهای آن بالای زندگی فردی، روابط اجتماعی و سلامت جسمانی انسان ها تخصیص داده و قرار که می دانیم البته میلیون ها نفر در سراسر جهان از انواع مختلف فوبیا ها رنج می برند و در بسیاری از ساعات زندگی آنها مشکلات در ساعات زندگیشان البته مشکلات ایجاد می کند و از او خاطر فکر کردیم که یک پرابلم جدی و مبرم پنداشته می شه و برای که موضوع را اختصاصی تر توضیح کرده باشیم باز هم در این برنامه از دکتر صبر محترم همکار بسیار خوب برنامه ما دکتر صبر حامش درویش که دکتر طب روانی و هیپنوتراپیست هستند از لندن از اونا باز هم دعوت کردیم که در زمینه توضیحات مسلکی بر ما ارائه کنند و بسیار خوشحال هستیم که دکتر صبر درویش باز هم وقت گرانبهای خود در خدمت شما بینندگان عزیز در اختیار برنامه پوهن رناده و یا دانش روشنایی گذاشتند. دکتر صبر محترم سلام به شما، خوش آمدین، باز هم صفا آوردین، باز هم اظهار سپاس میکنم از اینکه وقتتان در اختیار برنامه ما قرار دادین. سلام به شما خانم ارسلا مهربانی و سلام به تمامی هموطنان عزیز ما در هر گوشه جهان که تشریف دارن و این برنامه علمی را تماشا میکنن و با آرزوی سلامت روانی و جسمانی تمامی عزیزان امیحل ما و دور بودن از گزند کرونا خوش هستم که امروز باز هم معلومات را در مورد فوبیا ها و کرونا فوبیا به خصوص به هموطنان عزیز ما شریک بسازم. تشکر دکتر صبر محترم. دوست عزیز باز هم ما باید به اصطلاح عریضه خود بردن پیش کنم، بگویم فقطا اگر ما با تلفن و آیپد می باشم به خاطر است که برنامه را با دوست عزیز شریک می سازم با گروپ های مختلف تا استفاده بیشتر صورت بگیره. با شما دوست عزیز ارجمند هم اگر از طریق فیسبوک برنامه را می بینین از شما هم خواهش می کنم اگر برتان زحمت نباشه اگر برنامه را شما هم در صفحاتتان شریک بسازین بسیار خوشحال میشم. خب دکتر صبر محترم، اگر در شروع یک تعریف
مختصر از فوبیا داشته باشین خوش میشیم تا بینندگان عزیز ما آگاهی پیدا کنند که فوبیا چی نوع اختلال روانی است. بسیار خوب. فوبیا به معنی حراس است و در اصل یک نوع از ترس است که ترس شدید و نامعقول و بیمارگونه از یک شیء، از یک مکان، از یک حیوان و یا هم از یک موقعیت. در واقع با این که فرد میداند ترس او نادرست است ولی توانایی کنترل ترس ندارد و اگر در معرض آنچه که از او میترسد قرار میگیرد، موجی از استراب، حراس شدید و حتی وحشت زدگی به او چیره میشد و این تجربه آنقدر برش ناخوشایند است که سعی میکنه همیشه از اون عامل حراس آور دوری بکنه. فوبیا ها عملکرد فرد در زمینه های مختلف مربوط میسازد. به طور مثال فرد که از یک تاریکی میترسه، وقتی هوا تاریک میشه به هیچ وجه و به هیچ قیمت خود به تاریکی مواجه نمیسازد. و یا کسی که از یک جای تنگ و تاریک میترسه یا از جاهای بسته میترسه، مثلا هیچگاه به لفت و یا تونل نمیره. اساسا فوبیا یکی از جمله تشوشات استرابی است و جز رایج‌ترین نوع تشوشات روانی میباشد. و اکثرا در فوبیا ها تا زمانی که شخص فوبیا داره با منده و حراس‌انگیز یا ترس‌آور خود مواجه اگر نشه، ممکن است هیچ اعراض و علایمی را تجربه نکنند. اما در بعض وقتات حتی فکر کردن در مورد منده فوبیا میتونه احساس استراب یا وحشت زدگی را در امی فرد ایجاد بکنه. بله. قرار یک تعداد آمارها تنها در ایالات متحده امریکا اختلالات مربوط به فوبیا تقریبا 20% کل جمعیت تحت تاثیر خود قرار داده که در حدود 19 میلیون نفر میشه. و به این ترتیب دیده میشه که فوبیا واقعات شیوعی زیاد داره. اما قسم فوبیا ها شایع ترین اختلالات روانشناختی و دومین اختلال شایع روانی در پیش مردان سنین بالاتر از 15 سال است. بله. که به این ترتیب یک رقم درشت نشان میده. این که چرا مردم میترسن، باید بگویم که ترس خودش یکی از اساسی ترین احساسات انسان هاست. ترس بنابر تجربیات ترس برانگیز در سیستم عصبی ما برنامه ریزی میشه و مانند سایر غریزه های ما عمل میکنه. از زمان تولد ما به غرایز زنده ماندن مجهز میشیم که در هنگام احساس خطر یا احساس عدم امنیت احساس ترس میکنیم. لذا ترس به محافظت از ما کمک میکنه و ما لازم داریم برای زنده ماندن در موقعیت های خطرناک و در مواجه شدن با عوامل خطر با عکس العمل ترس از خود محافظت بکنیم. اساسا انسان ها دو نوع ترس می داشته باشند که در زمانی که تولد میشن همراهشان می باشد. یکی ترس از سقوط از بلندی و دومی ترس از آواز بلند، در حالی که سایر ترس ها کسبی بوده و در طی حیات و مواجه شدن با منابع حراس تحسس میکنه و آموخته میشه. پس ترس و فوبیا هر دو یکی هستن؟ ظاهرن چونین بنداشته میشه که ترس و حراس یا فوبیا هر دو یکی باشه، اما اساسا بین ترس یعنی فیر و حراس یعنی فوبیا. بله. از نگاه طب روانی تفاوت های موجود است. بله. در دنیای لغات و اصطلاحات کلمات هستند که در صحبت های عوام به صورت مترادف استفاده میشن و اشتباه جاگزین یک دیگه میشه. کلمات مانند اندو و افسردگی، عقل و اوش، روح و روان و امثال از این، در حالی که هر کلمه معنا و توضیح خاص خود داره و مورد استفاده از او هم فرق می کنند. دو کلمه ترس و حراس هم به همین مسئله روبرو شده
واژه ترس و هراس به عوض یک دیگر به کار برده می شود، در حالی که تفاوت های بین از اینها موجود است. به این معنا که ترس یا فیر، خوف و بیم معنا می ده، یک حالت هیجانی ناشی از یک احساس ناامنی است و عکس العمل است در برابر محرک های وحشت آور و آزاردهنده که سبب می شود شخص از مواجه شدن به این محرک های خطر اجتناب کنند و اساسا یک میکانیزم دفاعی است برای انسان ها که به ما عکس العمل گریز و یا فرار به وجود میاره و زمینه را برای سلامت و امنیت ما فراهم میسازه. به عبارت دیگر انگام مواجه شدن با خطر سیستم عصبی سمپاتیک ما با ترشح هورمون ادرنالین آمادگی مبارزه یا فرار بر ما ایجاد میکنه. ادرنالین موجب میشه که افزایش ضربان قلب و جریان خون در بدن زیاد بسازه و قند بیشتر به دوران بندازه و به طور کلی فرد آماده میگردانه که در نتیجه در شرایط اضطراری با ابراز ترس عکس العمل بهتر نشان داده یا مبارزه بکنه و یا ای که فرار از موقع ترسانگیز. پس در موقعیت های خطرناک ترس یک عکس العمل نرمال حتی مفید و نجات دهنده است. اما فوبیا که هراس و خوف و واهمه هم به او میتونیم بگوییم، از نگاه طب روانی یک حالت ترس بیمارگونه است که شدید و مبالغه آمیز و دوامدار و حتی بعضا توهمی می باشد و باعث اختلال در زندگی روزمره انسان می شود. و به عباره ساده تر، فوبیا بیشتر بیم داشتن از مواجه شدن یا قرار گرفتن در یک موقعیت ظاهرا خطرناک است، از قبیل بیم داشتن از پرواز با طیاره یا هراس داشتن از اشتراک در جمع مردم و یا هم هراس و بیم از مواجه شدن به یک حیوان بی خطر و امثال از او. وقتی یک انسان از پرواز یا ظاهر شدن در اجتماع ترس داره، اما با وجود ترسی که داره او را انجام میده، در حالی که اگر شخص فوبیای پرواز داره اصلا حاضر نمیشه آماده پرواز شود و در صورت مواجه شدن به چنین موقعیت اعراض و علائم روانی و جسمانی شدید در این شخص ظاهر میشه و مانع از او میشه تا به این عمل تن در بتن. امیدوار هستم که تفاوت بین ترس و فوبیا بله. واضح ساخته باشه. بسیار تشکر. خب بسیار خب، قبل از اینکه در مورد علائم روانی و جسمانی که در طی فوبیا رخ میده توضیحات بدین، اگر لطف کنین در مورد اسباب و علل به وجود آمدن فوبیا معلومات بدین خوش میشیم. خب عوامل ژنتیکی و محیطی ممکن است از علل بروز فوبیا باشند. اطفالی که از یکی از اقارب نزدیک آنها دچار اختلال اضطرابی فراگیر باشه بیشتر در معرض ابتلا به فوبیا قرار گرفته میتونند. علاوه تن تجربه های حوادث ناراحت کننده مانند تصادم یا در معرض قرار گرفتن سایر عوامل خطرناک مانند زلزله، سیلاب، حریق و امثال هزو هم ممکن است باعث بروز فوبیا شود. ضمناً تجربیات ترسناک در گذشته، مثلا گزیده شدن توسط حشرات یا حیوانات و در دوران طفولیت، ممکن است که از عوامل بروز فوبیا در کلانسالی شود. افرادی که تحت تداوی های جدی طبی قرار می گیرند یا افرادی که دچار مشکلات صحی هستند بعضا دچار فوبیا میشن. همچنان فوبیا در بین افرادی که دچار ضربه های مغزی شدن شیوع بالا دارند و به همین ترتیب قطع یکبارگی و آنی مصرف مواد نشه‌ای، مشروبات الکلی
در افراد معتاد میتونن که باعث فوبیا شوند و از عوامل عمده بروز فوبیا همین فاکتور است که خدمتتان تشریح شد. بسیار خوب. آیا مانند سایر اختلالات روانی در فوبیا هم مواد کیمیایی، هورمون‌ها و قسمت‌های از مغز نقش دارد؟ بدون شک غدوات کلیوی یا غدوات فوق کلیوی یا فوق گرده دو غده کوچک هستند که در بالای گرده های ما موقعیت دارد و دو هورمون را به نام های ادرنالین و کورتیزول که در ایجاد عوارض ترس و فوبیا و سایر عوارض استرابی نقش دارن تولید کرده و به دوران خون وارد میکنن. این هورمون ها از طریق جریان خون ما به تمام قسمت های بدن منتقل میشه و در طی ترس عوارض مانند تعرق، سردردی، لرزه، تپش قلب از اثر تاثیر اینمی دو هورمون تبارز میکنه و حتی در مواجهه با موقعیت های بسیار خطرناک و تهدید کننده حیات مانند حریق و زلزله و سیلاب و امثال از او فرد به فرار صحنه اینمی هورمون ها کمک میکنند. همچنان در تمامی اختلالات استرابی و هم در حالات ترس و فوبیا دو نایه از مغز یعنی تلموس و امیگدیلا که در تصویر شماره یک اگر شما او را روی صفحه بیاریم نقش بسیار بارز می داشته باشم که انتقال دهنده عصبی را به نام گلوتامات در زمان ترسیدن آزاد می کند و باعث واکنش های بعدی و همچنان کنترل ترس ها می شود. علاوه به اینکه فوبیا با یک تعداد تغییرات اساسی در فعالیت مغز همراست که توسط مطالعات تصویربرداری در حالت بیداری و فعالیت که به نام امارای فانکشنال یاد میشن شناسایی شدن و دیده شده که در او ایده افراد که از فوبیا رنج میبرن در انگام مواجه شدن با محرک های فوبیا تغییرات در فعالیت های امیگدیلای مغزشان مشاهده میشه. قسمی که در برنامه های قبلی گفتیم کار امیگدیلا با عکس العمل های عاطفی هم راست. یکی از مشاهداتی که در امارای دیده میشه ایست که امیگدیلای طرف راست مغز در جریان احساسات منفی مانند احساسات مرتبط به فوبیا و ترس و استراب واکنش بیشتر نشان میده در حالی که واکنش های امیگدیلای طرف چپ مغز بیشتر با تجربیات احساسی خوشایند امراض و این مطالعات نشانده از است که در مریضایی که فوبیا دارن فعال شدن امیگدیلای طرف راست مغز هر قدر بیشتر باشه احساس پریشانی ناشی از فوبیا در پیش از نو بیشتر می باشه و در محیط آزمایش روی مریضایی که فوبیا دارن و به طور دوامدار در معرض تصویرهای تحریک کننده فوبیا اینا قرار داده میشن در پاسخ به تصویرهای فوبیا برانگیز اونم قسمت‌های از مغز فعال شده و قسمت و اکثر عملهای مشابه را نشان میدن. این تجربیات این قسم واضح میسازه که قرار گرفتن طولانی مدت در معرض محرک‌های فوبیا نه تنها قسمت امیگدیلای مغز که شما عکسش انداختین به تشویش مروز میکنه بلکه مناطق بیشتر از مغز درگیری این ناآرامی خواهم میشه. چنانچه با دوامدار شدن فوبیا نزد شخص منطقی از مغز که به نام استریا ترمینالیس است که در تصویر شماره دو اگر شما رو به تصویر بیارین دیده میشه هم به همین عکس العمل فوبیا سعی میشه. تصویر شماره دو همکار عزیز ببخشین حضرت بله همین قسمت استریا ترمینالیز یک مرکز تشریک مساعی برای اطلاعات سیستم لیمبیک یا سیستم پاتوخای هیجانی بدن ماست و استریا ترمینالیز در تیف
بسیع از رفتارها از جمله واکنش به استرس، واکنش به حالتهای ترس طولانی و رفتارهای اجتماعی اکسل عمل واضح نشان میده که در تشوشات روانی من جمله ترسها و استرابات و فوبیاها بی نظمی های را در کار اینمی منطقه های مغز رونما می سازند که این یک مسئله بسیار مهم است، چرا درگیری مناطق دیگه مغز در ترس باعث تشوشات در قسمت های دیگه بدن می شه. همچنان قسمت تلموس که با امیگدالا در ارتباط نزدیک است و تصویر از او را قبلا هم شما گذاشتین، در واکنش با فوبیای دوامدار سهم میگیره و همچنان قشر قدامی یا پیشروی مغز که اگر تصویر شما را سیر شما پخش کنین در تصمیم گیری های ما نقش داره و هم این پروسه را شامل میشه. هم قسمت دیگه از مغز است که به نام سینگولیت که در تصویر شما را چهار قابل دیده است، یک بخش جدای ناپذیر از سیستم لیمبیک است که در شکلگیری و پردازش احساسات و یادگیری ما و حافظه ما نقش داره که در فوبیا اگر دوامدار میشه این منطقه مغز هم سهیم میشه. قشر سینگولیت در اختلالات مثل افسردگی و اسکیزوفرنیا و همچنان تنظیم تنفس انسان نقش داره و با سهیم شدن در پروسه فوبیا ممکن است برای شخص افسردگی و یا اسکیزوفرنیا و یا هم مشکلات تنفسی با منشأ روانی ایجاد بکنه. یکی از بخش های دیگه مغز که در فوبیا ها اشتراک میکنه انسولار است. منطقه انسولار که در تصویر پنج دیده میشه اعتقاد به ایست که تصویر انسولار در زمینه آگاهی انسان و همچنان در فعالیت های مرتبط به آگاهی که شامل ادراک، خود آگاهی، عملکرد شناختی و همچنین تجربه بین تجربیات بین الفردی و بین الاجتماعی فرد می باشن نقش داره و ضمناً اینمی بخش انسولا به طور قسمی در تنظیم هموستازی بدن ما رول داره که تعادل فشار خون، حرارت بدن، ترشح هورمون ها، قند خون، توازن متابولیزم بدن، تنفس، الکترولیت ها، آب بدن، مایعات خارج عضوی و پیچ خون با اشتراک سایر قسمت های مغز تنظیم میکنه. به همین دلیل است که در حالات فوبیای مزمن نظم هموستازی بدن متاثر گشته و تشوشات فیزیکی در پالوی عوارض روانی در پیش مریضایی که فوبیا دارن رونما میشه. تصویر شش اگر شما روی پرده بیارین سیستم لیمبیک نشان میده که هم در پاسخهای هیجانی ما از قبیل ترس رول دارن و در اختلال فوبیا واکنش نشان میده. به این ترتیب دانسته شده که هر قدر که فوبیا بیشتر دوام میکنه و مورد تداوی قرار نمیگیره بیشتر قسمتهای مغز درگیر میسازه و فوبیا را مزمنتر ساخته و عوارض و پیامدهای ناشی شده از فوبیا را بالای جسم و روان عمیق‌تر می‌سازد. امیدوارستم که جواب سوال بنا بله. واضح ساخته باشه. تشکر. خب دکتر صاحب، قسمی که دیدم این شه فوبیا ها متعدد و بیشمار هستند. حالا از نگاه طبابت روانی فوبیا ها را چگونه دستبندی می‌کنند؟ بسیار خوب. از نگاه طب روانی فوبیا ها را به سه دسته کلی میدانیم تقسیم کنیم، هرچند تعدادشان به هزارها نوع میرسه که با آخرشان با فوبیا ختم میشن، اما همی سه دسته عبارت هستن از فوبیا های خاص یا اسپسیفیک فوبیاس، دوم فوبیا های که از اثر
ظاهر شدن در اجتماع به وجود میاد که به نام سوشیال فوبیا یاد میشه و یک فوبیای هم از ترس از مکانهای باز که اگورافوبیا میباشد. در فوبیاهای خاص که رایج ترین شکل فوبیاست، در این حالت فرد از آلتها یا موقعیتها و یا اشیای خاص میترسند. به طور کل در این نوع از فوبیاها افراد از حیوانات، وقایع، حوادث طبیعی و حالات یا موقعیت‌های خاص مثل بلندی، پرواز و ترس از فضاهای بسته مثل لفت و تونل‌ها جای سربسته دارند که و ضمناً ترس از امراض که کرونافوبیا هم در جمله اینمی فوبیاهای خاص دستبندی میشن. و ترس دیگه که به نام فوبیای اجتماعی است که بیم داشتن از ظاهر شدن در اجتماع بوده و در این فوبیا شخص احساس از قرارگیری و ظاهر شدن در موقعیت‌های اجتماعی می داشته باشم، از این رو به نام سوشیال فوبیا یاد میشه. افرادی که از جمع مردم حراس دارند، به شدت کم جرأت بودند و توانایی مواجه شدن با موقعیت‌های خاصی که افراد زیاد در او حضور داشته باشند او را نداره و به شدت دست و پاچه میشن، و به خصوص اگر افراد حاضر در او جمع ناشنا و تازه وارد باشند این حراس بیشتر ظاهر میشن. شاید در این نوع این قسم فوبیا بیم داشتن از صحبت کردن در جمع مردم است. افرادی که در طفولیت کم جرأت یا منزوی بودند یا تجربه های اجتماعی منفی و یا ناخوشایند داشته باشند بیشتر در معرض ابتلای اختلال فوبیای اجتماعی قرار می گیرند. بالاخره دسته سوم که ترس از فضاهای باز است، یعنی آگورافوبیا، یا حراس از قرار گرفتن در مکانهای عمومی که خروج ناگهانی از اونها ممکن نباشه و یا مشکل باشه به او آگورافوبیا گفته میشه. فردی که ترس از فضاهای باز داره ممکن است از رفتن در مکانهای عمومی و اجتماعات اجتناب بکنه. و اینمی بودن سه دسته از فوبیاها که در طب روانی دستبندی شده و ساده ساده. بسیار خوب. خب حالا که بیماری کرونا جهان شمول شده و تا یک سال تعداد زیادی از انسانها را از بین برده، آیا واقعیت ترس از این مرض به نام کرونا فوبیا هم ثبت شده که در جمله فوبیا های خاص شامل شود و ای که یک ترس عادی به شمار میره؟ ببینید، ترس از بیماری کرونا در زمان کنونی یک واقعیت مسلم و انکار نشدنی است. حتی افرادی که در ابتدا به عواقب کشنده این مرضی بی‌باور و بی‌اعتنا بودند، اکنون متقاعد شدند که این بیماری جدی و کشنده است و از این رو زمینه‌های احتیاطی شامل دست شستن، فاصله گرفتن، ماسک پوشیدن و تجریح شدن را از ترس ابتلا به این مرضی تا اندازه مراعات میکنند که یک روند نرمال و غیر فوبیک پنداشته میشه. اما حالاتی که با ترس های شدیده و نتوان کننده را باشه به او کرونافوبیا گفته میشه. قبل از اینکه ما در مورد کرونافوبیا صحبت بکنم لازم میبینم یک نوع فوبیایی را که به نام نوسوفوبیا نامیده میشه معرفی کنم که قبل از شیوع کرونا هم بیش افراد موجود بودند. نوسوفوبیا یک حالت ترس شدید و غیر منطقی از مریض شدن است. این نوع خاصی از انواع فوبیا است که به عنوان ترس از ابتلا به مریضی نیز شناخته میشه. برای تشخیص گذاری نوسوفوبیا نگرانی از مبتلا شدن به مریضی باید حداقل برای مدت 6 ماه در پیش شخص وجود داشته باشد و تشخیص نوسوفوبیا گذاشته شود. افراد مبتلا به نوسوفوبیا از اضطراب بیش از حد رنج میبرند، به طوری که ترس و نگرانی از مریض شدن
این افراد از انجام فعالیت‌های روزمره‌شون باز می‌داشته باشد و باعث اختلال در بسیاری از فعالیت‌هایشون میشن. در نوسوفوبیا حتی پس از معاینه توسط دکتر و اطمینان دادن از حالت سلامت کلی شخص نگرانی و واهمه‌اش ادامه می‌داشته باشد و ترس و اضطراب شدید ناشی از مبتلا شدن به مرضی میتونه منجر به تبروز علائم مرضی در سیستم های تنفسی، قلبی، هضمی و همچنان مشکلات خواب در نزد فرد شود. همین موضوع باعث عدم استفاده قسم افراد از وسایل عمل نقل عمومی، عدم حضور در مکان های عمومی یا پرهیز از خرید و فروشگاه ها که افراد زیاد در اونجا رفت آمد میکنن را شبه. اما اخیرا اصطلاح کروناوفوبیا توسط متخصصین صحی به کار بر گرفته میشه که دلالت بر ترس شدید و غیر منطقی از مریضی کرونا میکنه که شباهت های زیاد به نوسوفوبیا دارن. ترس در مورد مریضی کرونا میتونه بار شدید عاطفی داشته و به خصوص برای او افرادی که از قبل اختلال استرابی دارن مشکل تر تمام میشه. مطالعات نشان میده که کروناوفوبیا نه تنها در بین مردم عادی بلکه در میان برخی از متخصصین مراقبت های صحی هم تبارز کرده و علائم روانی مختلف بر سلامت از اینها ایجاد کرده. ما تا زمانی که واقعا یک مرحله بسیار ترسناک از قرار داریم، در میان پاندمی جهانی قرار داریم که جان میلیون ها نفر را گرفته، بسیاری از مکان ها هنوز هم تا حد تعطیل هستند، برخی از ما در مناطق هستیم که میزان ابتلا به کرونا در حال بدتر شدن است و اما ما در حال انتظار هستیم و میپرسیم که چه زمانی این خطر پایان میافد. برای بسیاری از افراد عدم اطمینان در مورد ویروس کرونا سختترین مسئله برای کنترل از این مریضی است، به خاطر از اینکه هنوز هیچ کس دقیقا نمیدانه که این حالت تا چه مدت طول میکشد. با وجود از اینکه امیدواری های زیادی از تطبیق واکسین ساخته شده در آینده بسیار قریب موجود است، به همین دلیل سردرگمی هایی که موجود است در یک تعداد افراد ریسک پذیر و کم ثبات از نگاه روانی و عاطفی میتونه ایجاد ترس و وحشت طاقت فرسا بکنه و باعث کروناوفوبیا شود. از این رو فوبیا کرونا یکی از نمونه های نوظهور فوبیا های خاص است که در طی از او فرد از دچار شدن به کرونا ترس بسیار بیمارگونه و نامتناسب با شرایط زندگی دارد. این ترس زمان به عنوان فوبیا در نظر گرفته می شود که به اندازه شدید باشه که فعالیت های روزمره شخص دچار نابسامانی بکنند و افکار استراب آور در طول شبانه روز همراه شخص باشند. کروناوفوبیا میتونه به دو نوع تبارز بکنه. یکی ترس از مبتلا شدن به کرونا با گرفتن ویروس کرونا و دوم ترس از تماس برقرار کردن با افرادی که قبلا کرونا را گذشتاندن و با وجود از اینکه تستشان منفی شده و هیچ منبع خطر هم تلقی نمیشن. و این ارتباط چون شخص فوبیا داره، حتی اگر اقارب یا اعضای فامیلشان که قبلا مریضی کرونا را گذشتاندن و تستشان منفی است، ارتباطات خودم دوباره برقرار نمیکنه و یک تشویش در ارتباطات بین الفردی و فامیلیشان رخ میده. لذا استرس قابل توجه و افزایش تلاش برای یافتن راه های مسئول نگه داشتن خود و اجتناب از رفتن به مکان ها و موقعیت های عمومی از علائم بسیار عمده در کروناوفوبیا و باعث اختلال قابل ملاحظه در عملکرد های فردی و اجتماعی و زندگی روزمره شخص میشه. مشخصه های کروناوفوبیا به چند نقطه خلاصه میشه. اولین مشخصه ایست که ترس شخص با خطر
واقعی و متناسب نیست. با عنوان مثال فرد جوان را در نظر میگیریم که هیچ مشکل در زمینه سلامتی خود نداره، با وجود که میتونه برای انجام ورزش روزانه خود با مراعات کردن فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک به پارک بره، تمرینات فیزیکی خود انجام بده، او را ترک میته و جرأت نمیکنه و از ترس ابتلا به کرونا خود منزوی میسازه. دومین مشخصه ایش است که ترس و استراب شدید و مداوم می باشه، یعنی هفته ها تا ماه ها دوام می کنه و همیشه ذهن فرد با خود مشغول می داشته باشه. همین قسم فردی که کرونا فوبیا داره فعالانه از موقعیت ها، مثلا مکان ها، افراد، فعالیت ها، حتی در صورت مسئول بودن اجتناب می کنه. ضمناً افراد که کرونافوبیا دارن بیشتر وقت خود از صرف نظارت به بدن خود برای یافتن علائم و نشانه‌های مریضی کرونا ویروس میکنند و سرچ‌ها یا جستجوهای اینترنتی در مورد ویروس کرونا میداشته باشند. علاوه به از این مشخصه ها، بیش از حد در مورد پاک کردن، شستشو و ضد عفونی کردن خود وسواس می داشته باشند. در صورت که چند تا از اینمی مشخصه ها در یک فرد موجود باشه، نزد از او بدون شک کرونافوبیا تحسس کرده و باید که در جستجوی تداوی شود. در خانواده هایی که استراب بالاست و اعضای آن از وسواس فکری رنج می برند یا بسیار کنترلگر هستند، ابتلا به کرونافوبیا شایع‌تر است. نقطه که قابل توجه است که اقلر که افراد بیشتر درگیر استراب، ترس یا فوبیا ناشی از کرونا میشن، با امو اندازه احتمال بروز خطر و ابتلا به بیماری نزد از این افراد بیشتر میشه. به خاطر از این که تداوم استراب و ترس باعث ضعف و شکنندگی سیستم معافیتی و دفاعی بدن از این افراد شده و زمینه را برای تاخت و تاز ویروس کرونا مساعد تر می سازد. ما امیدوار هستم که با این تشریح تا اندازه کرونا فوبیا را واضح ساخته باشم. بله، بسیار زیاد تشکر. آیا دکتر صاحب همه افراد فوبیا دارن؟ تقریبا همه افراد یک یا چند ترس غیر منطقی یا فوبیا می داشته باشند که معمولا اینها عادی پنداشته می شود، مثل ترس از جولاب یا هراس از ماینخانه دکتر دندان، ترس از یک حیوان و امثال از این ترس هستند که بسیاری از افراد در زندگی خود تجربه می کنند. در صورت که ترس در امور زندگی تداخل می کند و فرد به مشکل مواجه بسازه، این فوبیا تلقی می شود. تداوی و مراجعه به دکتر طب روانی و روان درمانگر ایجاب می کند. بسیار خوب. آیا افراد هم در جهان وجود دارد که هیچ ترس نداشته باشند؟ ببینید، از اونجایی که همین منطقی امیگدالای مغز که شما تصویرش بیشتر انداختین در روی صفحه، در پروسه و واکنش ترس ما نقش داره، هر گونه آسیب رسیدگی به اینمی منطقه از مغز میتونه عکس العمل ترس از بین ببره و شخص در هر موقع ترسناک و خطرناک ترسش از پیشش بگیره و احساس ترس برش تبارز نکنه. همچنان یک اختلال ژنتیکی سیستم عصبی غیر معمول هم وجود داره که در اواخر دوران طفولیت عوارض از او تبارز میکنه و بر علاوه دیگر تشوشات عصبی یکی از عوارض مریضی آسیب رسیدن و صدمه رسیدن به قسمت امیگدالای مغز طفل میباشد که نزد این اطفال احساس ترس کاملا از بین میره و یک آرزی بسیار نادر است و چندان شایع نمی باشه و قابل تشویش نیست، اما بدبختانه قابل تداوی هم نیست.
در غیر از او ترس ها همیشه با انسان ها نرمال بوده و می باشه. بسیار خوب، اگر لطف کنین بگوین که احراز و علائم در فوبیا چیگونه می باشه؟ بله، تأثیر و شدت فوبیا ممکن است متفاوت باشه. از احساس ناراحتی معمولی گرفته تا یک حالت ترس شدید و ناتوانی یا حتی حالات فلجی و درماندگی شدید که مبتلایان به فوبیا معمولا متوجه میشن ترسشان غیر منطقی است، اما قادر نیستن برای پیشگیری و کنترل از او کار بکنن. تشوش فوبیا میتونه که در زندگی شخصی، روابط اجتماعی، روابط کاری، همچنان حضور فرد در مکتب و محل تحصیل و دفتر کار تأثیر منفی بگذارد. فوبیا با نشانه‌های مثل تپش قلب، تعرق، نیاز شدید و فرار از موقعیت حراس‌انگیز و احساس مرگ قریب الوقوع بعضاً همراه می باشد. این ترس باعث درد و رنج فراوان می شود که بسیار شدیدتر از ترس‌های معمولی است. فوبیا در برخی از حالات میتونه منجر به مسائل جدیتر مانند اضطراب شدید و افسردگی شود که این اختلالات به نوبه خود ممکن است منجر به مشکلات و امراض مختلف جسمی از قبیل دردهای مزمن، اختلال توجه، اختلالات خواب، تشوشات تغذیه، سوی مصرف مواد نشه‌ای و امثال از این شود. و اندام که یک شخص مبتلا به فوبیا است در معرض موقعیت ها یا شرایط وحشت آور قرار میگیرد، احساسات طاقت فرسا و شدید پیشش ایجاد شده و در نزد از این شخص ممکن است منجر به حملات پنیک یا پنیک اتک هم شود که برخی از علائم جسمی حملات پنیک اتک که ممکن است با فوبیا همراه باشند شامل نفس تنگی، تعرق شدید، حالت دلبدی، سردردی، خشکی دهان، ضربان سریع قلب، بی‌حسی ها، کرختی، لرزه و رعشت که اکثر این همی عوارض اونقدر شدید می باشد که احساس مرگ در پیش شخص مجسم می کند. این همی عوارض بسیار عمده است که در بسیار خوب بیشه کسایی که فوبیا دارن میشه. اگر لطف کنین بگوین که اثرات منفی ترس ها چی چیزا می باشه؟ فوبیا ها پیامد های ناگوار زیاد دارن، لذا رفع و درمان فوبیا ها با اهمیت است، زیرا می تانند که بر سلامت جسمانی و روانی انسان تاثیر منفی بگذارن و در تشدید و وخیم شدن امراض قلبی، بروز سکته های مغزی، اختلال عملکرد سیستم محافیتی، تداوم و تشدید امراض مزمن، افسردگی و اضطراب نقش بسیار بارز داشته باشه. بسیار خوب، اگر لطف کنید بگوین که چطور میتونیم که از کرونوفوبیا جلوگیری کنیم، به خاطر که این شب و روز بسیار زیاد میبینیم و حتی همگی کرونوفوبیا دارن. خب چرا نه؟ بله، ببینید آنچه که در سر جهان امروز اتفاق میفته و هنوزم یه بیماری قربانی میگیرد باعث اینمی شده که آرامش بسیاری از افراد ازشون بگیره. تعداد از افراد با جستجوی بیوقفه برای یافتن پاسخ در باره هم سناریوهای مختلفی که اتفاق میفته میگردن، اما تا زمانی که ما روی سوالات خارج از کنترل خود متمرکز باشیم ما را به جایی نمیرسونه و بغیر از یک احساس خستگی، اضطراب، پریشانی و ترس نتیجه دیگه ندارم. برای مقابله با ترس از مبتلا شدن به کرونا
لازم است به خود عادت بدیم که در سبب کسب اطلاعات بسیار زیاد در مورد کرونا از ارمنده نباشیم، زیرا اطلاعات و حرفهای زد و نقیز بدون امکان فرق و تشخیص آنها میزان نگرانی را برای ما افزایش میدهد. منابع کسب اطلاعات خود را مدیریت بکنیم و از منابع مطمئن و موثق استفاده بکنیم که قابل باور هستند. از اخباری که تاثیر منفی میگذارند و هیجانات منفی را زیاد میسازند باید از فاصله بگیریم و قبول کنیم که مرض کرونا موضوع جدی است، ولی میتوانیم با مراقبت ها و پیشگیری او را مدیریت کنیم و میزان ابتلا شدن به او را کم بسازیم. بپذیریم که بسیاری از اتفاقات در ارتباط با ویروس کرونا در اختیار ما نیست تا بتانیم اقدامات مؤثر انجام بدیم. بنابراین به سمت چیزهایی بریم که در اختیار ماست، از جمله رفتارهای خود مراقبتی، رعایت حفظ و صحه، تقویت سیستم معافیتی فردی، کنترل هیجانات و نحوه تماس و ارتباطات با دیگران، گرفتن فاصله اجتماعی، پوشیدن ماسک و شستن دست ها. کوشش کنیم که نگرانی را به سوالات منطقی تبدیل بکنیم. به جای اینکه ذهن خود را درگیر واسواس های تکراری بسازیم، از خود ما بپرسیم که بهترین کاری که میتونیم که انجام بدیم چیست. بعد از اون برای تحقق از او گام های عملی اجرایی و دقیق را برداریم. سبک زندگی سالم اتخاذ بکنیم، مثلا تغذیه مناسب، خواب مناسب، ورزش مناسب، سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت با کارهایی که به ما خوشی میارن. مثبت نگر باشیم، به جنبه های مثبت زندگی ما توجه کنیم، از چیزهایی که داریم لذت ببریم و شکرگزاری کنیم و کارهای مثبت انجام بدیم. از کلمات، جملات یا رفتارهای آرامش بخش و ویژه تجربیات را که در مواجهه با سایر مشکلات در گذشته و ما کمک کردن، از اون تجربیات خود استفاده کنیم. از روش های آرامش بخش مثل تنفس آرام یا عمیق و ریلکسیشن و امثال از او استفاده کنیم. سرمایه روانی خود که شامل امیدواری، خوشبینی، تاب آوری است یا ارتقا بدیم. فضای زندگی خود با هیجانات مثبت، با خوشی آور، با محبت، طنز و شوخی و خنده پر بکنیم، زیرا اما هیجانات مثبت یک چراغ مثبت و یک چراغ سبز برای زندگی ما روشن میکنند. با افراد شاد، خوشبین، امیدوار، شوق‌تر و با روحی قوی ارتباط برقرار کنیم و احساسات و نگرانی های خود را با یک قسم افراد در میان بگذاریم. از افراد بی انگیزه، بی حوصله، بدبین، پرخاشگر، سرزنشگر، متخاصم و امثال از اینکه استرس ما را افزایش میده تا حد امکان دوری کنیم. ما بالاخره از تجربیات دیگران استفاده کنیم، با کسانی که سالم هستند و آرامش دارند صحبت بکنیم، ببینیم که مبتلا نشدنشون به ترس و فوبیا و آرامششون چه روشهایی را به کار بردن و میبرند و امون قسم مو هم عمل بکنیم. من یک لینک را خدمت شما شریک ساختم که با استفاده از اسکریپت ریلکسیشن که در این لینک تهیه کردیم، عزیزان ما میتونن ریلکسیشن را تمرین بکنن که مطمئن هستم در هر حالت بغیر از فوبیا ها میتونه که مفید و مؤثر باشه و این در وبسایت روان آنلاین که مدیریت از دوره دکتر سید اسماعیل درمان به عهده داره، در او بخش نوشته شده و میتونن که عزیزان ما از تمرینات ریلکسیشن از او همیشه در زندگی روزمره خود استفاده ببرن و مفید واقع میشن. و در صورت امکان اگر لطف کنیم که اونم او لینک با عزیزان ما شریک بسازین تا مرور و او داشته باشن خوب میشه. و امید بود پاسخ سوال خوب شما.
بسیار خوب. حالا اگر لطف کنین به طور مختصر اگر در مورد تداوی فوبیا هم روشنی پردین، یک بیننده عزیز ما هم سوال کردن که آیا تداوی وجود داره نداره. خب بسیار خوب. ایده از افراد که فوبیا دارن نیاز به تداوی ندارن و اجتناب از منبع ترس آنها برای کنترل مشکلشان کافی است. با این حال ممکن است همیشه اجتناب از برخی ترس ها مانند ترس از پرواز، ترس از تاریکی، ترس از فضاهای بسته یا عبور از یک تونل و رفتن به لفت برای شخص امکان پذیر نباشد که در این حالت نیاز به مشاوره های تخصصی درمانی بوده و باید با مشاوره با دکتر طب روانی یا درمانگر تداوی شود. بیشتر از فوبیاها قابل تداوی هستند خوشبختانه. هر فوبیا متفاوت است و یک برنامه منفرد برای همه مفید نمیباشد. در برخی موارد ترکیب از تداوی های مختلف ممکن است توصیه شود. تداوی فوبیا با استفاده از روش های مختلف ممکن است که مثلا افراد مبتلا به فوبیا از اجتناب و فرار در مواجه شدن با ترس هایشان استفاده می کنند. خب این راهکارها ناسازگار و درمان استراب و فوبیا کمک نمی کنند، اما به خاطر از اینکه این اجتناب از ترس خود باعث افزایش نگرانی می شود، توصیه اساسی است که فرد که مبتلا به فوبیا است باید با ترس هایش روبرو شود و واقعیت را باید از بپذیرد و به این ترتیب درمانگر واقعیت را بر مریض پذیرا می سازد. عدم مواجه با ترس ها و بدتر شدن موضوع و بروز عملات پنیک و نیاز به درمان پنیک اتک را منتهی می شود. از روش های مختلف در تداوی فوبیا یکی استفاده از روش شناختی رفتاری است که نمون به نام CBT یاد می شود که این روش به مریض کمک می کند که تا از تأثیر نوبه تفکر خود در بروز نشانه های استراب آگاه شود و به بینش و درک بهتره از مسائلی که عامل حراس و محرک ایجاد فوبیا تبدیل شده برسد. به این شکل میتونه که افکار نادرست خود اصلاح بکنه. روش دیگر تجویز دواهاست. برای تداوی اعراض فوبیا از دواهای مختلف استفاده میشه که میتونه استراب زداها و بیشتر دواهای ضد افسردگی باشه که با مشوره با دکتر متخصص نظر به ضرورت و نظر به اعراض مریض توصیه میشه و ایجاب از ایده میکنه که به این دواها نسخه شده و در صورت ضرورت به مریض داده شده. مصرف دواها همراه با رفتار درمانی میتونه که اثرات مفیدتر را داشته باشند. یک روش دیگه عبارت از مواجه درمانی است که در این روش مریض با محرک ترس ها و رفات مکرر مقابل ساخته می شود و تا جایی که علائم استراب و استرس به مرور زمان از بین برد، یعنی به شکل اساسیت زدایی است که به شکل تدریجی اساسیت شخص در برابر منبع فوبیا آور از بین میره و در نهایت خانواده درمانی در فوبیا روشی است که به کار گرفته میشه که میتونه برای مریض فوبیا و خانواده او مؤثر واقع شود، چون با خانواده درمانی درک میکنه که چگونه خود با واقعیت وجود این اختلال و مشکل روانی یا اجتماعی همراه با او سازگار بسازد. همچنین خانواده درمانی از اهمیت حمایت از مریض و فعال بودن در فرایند تداوی او آگاه میشن و اینمی بود
مختصر معلومات در مورد تداوی فوبیا ها که امیدوار هستم دوستای ما فوبیا نداشته باشه و در صورت که باشه ضعیف باشه که ضرورت بر ایجاب تداوی متخصصین نکنه و در صورت که فوبیا شدید باشه چون عواقبش شدید است و تداخل میکنه با سایر مناطق مغز که باز آفات های دیگه جسمی و روانی را بار میاره و یا کسایی که اختلالات فیزیکی یا تشوشات فیزیکی مثل قلبی تنفسی و عظمی دارن اونا را شدید میسازن در اون صورت باید دست این موضوع را جدی بگیرن و با استفاده از مشاوره های دکتر طب روانی و روان درمانگر و تداوی های خود اقدام. بسیار زیاد تشکر دکتر سر محترم از وقت گرانبهایتان، از معلومات بسیار خوبتان و از این که در قبل از برنامه ممنونیتم صحبت کردم و شما موافقت کردین که انشالله بعد از این ما یک بار در مورد سلامت روانی و یا منتل هلت امرم برنامه و طور مرتب میداشته باشین. بسیار از سخاوتتان است و دوستای عزیز ارجمند و شما هم در مورد سلامت روانی و یا منتل هلت اگر کدام موضوعی را علاقه داشته باشین که در موردش در برنامه صحبت کنیم و دکتر سه بر ما معلومات بتن، شما میتونین که بر ما ایمیل کنین و یا از طریق مسنجر برام پیام بگذارین. و نگفته نباید بگذارم که برنامه امروز هم یک خانم عزیز زکیه جان زمانزاده پیشنهاد کرده بودند که در مورد استفاده صحبت کنیم و امیدوار هستم که برنامه را دیده باشند و از پیشنهاد خوبشان بسیار زیاد تشکر. و شما دوست عزیز هم میتونین که پیشنهاد کنین. دکتر سب باز هم از شما تشکر از وقتتان، از معلومات خوبتان و از اینکه همیشه دعوت ما رو میپذیرین، سخاوت میکنین. جهان سپاس از شما. شبتان خوش. تشکر و خدافظ. دوستای عزیز و ارجمند، البته یک اعلان هم فکر میکنم که از افغان کوالیشن از کالیفرنیا شمالی یک موضوع را از ما خواهش کرده بودن که با شما دوست عزیز شریک بسازم که البته نه تنها در کالیفرنیا شمالی بلکه در بسیاری از جاها در کالیفرنیا قید شبگردی است که باید مراحت شوه و همچنان خواهش کردن که اگر بزنس ها و هتل ها و رستوران ها گفتن که نمیتونن در داخل پروگرام داشته باشن، ولی باز هم اگر شما به جایی میبینین که محافل عروسی و یا پروگرام های مثل فاتحه و یا پارتی و یا تجمعاتی که تعداد زیاد میباشه اگر میبینین، شما باید ایرا با covid19compliance@acgov.org covid19compliance@acgov.org شما باید این راپور بتین، به خاطر که کار ضد قانون است و کوشش کنیم که ما هم وظیفه خود انجام بتیم و از تجمعاتی که لازم نیست در این وقت نامناسب اجتناب ورزیم. خب با تشکر مجدد از محترم دکتر سب درویش و همکار عزیزم و شما بینندگان عزیز و ارجمند که همیشه مورد انرژی و قدرت ما میشین، توانایی ما میشین که بتونم برنامه های همیشه با برنامه های ادامه بتم. برنامه امروز با امین جا با پایان میرسانیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگارتان، دور از گزند کرونا باشین. خداحافظ. توانا بود هر کی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.